سلام دوستان عزیز، به باید بدانیم خوش آمدید. از اینکه کانال ما را انتخاب کرده اید از شما متشکریم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کرده و روی علامت زنگوله کنار آن بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. چرا از بالای کعبه پرنده و هواپیما رد نمی شود؟ قبل از هر چیز لازم می دانیم این توضیح را بدهیم که اطلاعات داخل این ویدیو حاصل جستجوی فراوان در بستر اینترنت می باشد و تیم باید بدانیم آن را رد یا قبول نمی کند. یکی از روایات این است که کعبه مرکز کره زمین است که در وسط یک قطعه زمین عاری از هر گونه خمیدگی یا انحراف و یا انحنا واقع شده است و به این دلیل که مرکز جاذبه زمین است به طور طبیعی بارهای مغناطیسی را برای این محل جذب می کند و اولین نقطه ای است که تابش طلوع آفتاب با آن برخورد می کند. به این دلایل که کعبه مرکز گرانش زمین و مرکز جاذبه و محل تلاقی تابش‌های کیهانی گرانش در سطح زمین است، منطقه خلع در لایه‌های هوای بالاتر از کعبه پرواز بر فراز آن را توسط هر پرنده و یا هواپیما غیر ممکن می‌سازد. چرا که مرکز جاذبه مغناطیسی است و این همان چیزی است که در حال حاضر توسط علمی که تأکید دارد که پرواز هواپیماها و پرندگان بر فراز کعبه به دلیل جاذبه مغناطیسی غیر ممکن است ثابت شده است. و البته به همین دلیل است که کشور عربستان سعودی هیچ فرودگاهی در شهر مکه نساخته است. و جالب این است که با وجود تعداد زیاد پرندگان در کعبه، آنها در اطراف کعبه پرواز می کنند نه بالای آن. اما روایت دیگر به این گونه است که حسن القامدی، خلبان و کارشناس پرواز در کلیپی که چندی پیش منتشر کرد، درباره علت ممنوعیت پرواز بالای کعبه صحبت کرد. پیش از این سایت سوشال مدیا به دلیل این اقدام پرداخته بود، اما القامدی ضمن رد این دلیل اعلام کرد پرواز بر فراز آسمان کعبه به دلیل وجود میدان مغناطیسی و خلاء آنتن ممنوع است. القامدی در ادامه افزود علت اصلی ممنوعیت پرواز از بالای کعبه این است که خانه خدا در منطقه کوهستانی واقع شده و صدای هواپیما تاثیر بدی بر روحیه زائران دارد. همچنین عبور هواپیمایی که بسیاری از آنان غیر مسلمان هستند از بالای خانه خدا درست نیست. در انتها لازم می‌دانیم دوباره تأکید کنیم که تیم باید بدانیم مطالب این کلیپ را تایید یا رد نمی‌کند و فقط روایت کننده این مطالب است.